تو این قسمت قراره که دوباره بیایم از کاندیشنال استفاده بکنیم کاندیشنال دست با استفاده از کلمه کلیدی سویچ خب ما میتونیم یه روش دیگه ای وجود داره که همون کاری که دفعه قبل کردیم و با استفاده از سویچ هم انجام بدیم حالا اصلا ببینیم سویچ چیه با هم دیگه بررسیش میکنیم سوئیچ در اصل میاد حالت مختلف رو بررسی میکنه مثلا ما میخوایم بگیم که آقا من یه دونه در از کلمه وارد میکنم خب مثلا اسم یه نفر رو میگم مثلا محمد خب بیا برین تو حالت مختلف این کیه خب مثلا محمد یا دوست منه یا بابای منه یا دوست دوست منه یا همکار منه یه کدوم از ایناست دیگه خب بیا اینا رو تو این حالت در بررسی کن ببین هر کدومش بود یه کاری انجام بده خب ما با استفاده از ایف و اینا ایف تو درست جلسه قبل فهمیدیم که با ایف میشه این کار رو انجام داد ولی تو سویچ میخوایم فقط یک مقدار رو بررسی کنیم در مقایسه کنیم با یه مقدار دیگه با یا با مقادیر دیگه بگیم مثلا دوست من محمد مقایسه با اسمش مثلا با بابای من دوست من همکار من فلان ببینیم کدوم از این است خب حالا میریم با همدیگه نگاه میکنیم میریم توی دست اسلایدا توی این قسمت پس دوباره مثل قبل سینتکسش رو چک میکنیم یه برنامه رو با همدیگه بررسی میکنیم پس من از اینجا میام بیرون میریم سینتکس رو با همدیگه بررسی میکنیم اینا رو من پاک میکنم سینتکس نوشتن سویچ به این صورته سویچ دوباره پرانتز یه سری کد خب مثل دفعه قبل که گفتیم ایف پرانتز یه سری کد اینم هم همین جوریه توی اینجا توی اینجا یه دونه وریبل رو میذاریم وریبلی که میخوایم مقایسه کنیم باهاش خب میایم تو حالتهای مختلف این رو بررسی میکنیم میگیم آقا توی کیس مثلا اول خب این به چه صورتیه خب اینجا مثلا یه ولیو میذاریم اگر تو کیس اول کار کرد کد هایی که اینجا هست رو در از اجرا کن خب کیس های مختلفی مثل همون مثالی که گفتم بهتون که دوست من درست اسمش محمده میتونه دوستم باشه کس همکارم باشه کس دیگه ای باشه اینجا کیس های مختلفی رو ها میذاریم میگیم مثلا این تو کدوم کیس قرار میگیره هر کیسی اینا همش سینتکس یعنی باید بنویسیم هر کیسی آخرش یه دونه بریک داره خو؟ کل سویچ به این صورته این کل سویچه حالا حالت های دیگه ای داره حالت های دیگه ای داره که من این مینویسمش میتونه کیس های من چند تا باشم کیس مثلا اولی کیس دومی دو همینجوری میتونید سومی سو چهارمی بومی, تا آخر بریم خب بنابراین میتونه چند تا حالت داشته باشه کیس مثلا اولی ولیو یکه کیس دومی دو ولیوش دوه خب میتونیم یه حالت هم بذاریم میتونیم یه حالت بذاریم بگیم آقا اصلا هیچ کدوم اینا نیست اینم باز آپشناله یعنی ناکنیم تو این قسمت من نوشتم اینو نذاشتم این هم آپشناله میتونیم بذاریم میتونیم نظرم بگیم که حالت دیفالت چیه خب حالت دیفالت یعنی با هیچ کدوم مقایسه نکن یعنی هیچ کدوم از کیس ها اگه نبود اینو انجام بده و بریک break. بریکی که دارم میذارم هم شما باید بذارین بریک رو بعدا بررسی میکنیم که چیه منتها این این در از کلمه کلیدیه که حتما باید گذاشته باشه خب حالا میریم تو کد اینو اینو حفظ بکنین اینو یاد بگیرین باش تمرین بکنین که همیشه یادتون بمونه میریم تو کد اینجا اینجا همون چیزی که نوشتیمو میایم با این چیزی که نوشتیم که نه میخوایم با یه مثال جدید منتها با روش قبل با سویچ بنویسیمش خب اینجا پس من میام اینا رو پاک میکنم و میام در اصل اسم یه نفر رو وارد میکنن string مثلا name someone's name خب هم مثلا که بهتون گفتم مثلا میگم محمد محمد خب یه اسم یه نفر محمد اسم یه نفر از دوستای من هست مثلا my friend اسمش هست رضا یه دونه هست مثلا از همکارام کوورکر اسمش رو میذارم اسمش هست مثلا مهیار همه این اسما رو اینجا میذارم مثلا اسم بابای من هم هستش این اینجا میذارم اسم مثلا بابا من مینویسم حسین خب اسم اینا رو گذاشتم اصلا چون محمد گذاشتم دیگه بقیه هم اسم پسر گذاشتم دلیلش این بودش خب حالا ما میایم بررسی میکنیم همون مثالی که گفتم از اول با هم دیگه میخوایم بنویسیم خب مینویسیم که من یه دونه یک نفری هست اسمش رو اینجا مینویسم someone's name خب اسم اون طرف هست مثلا محمد خب حالا با سویچ میام بررسی میکنم ببینم که تو کدوم حالت ها قرار میگیره خب چی رو میخوام بررسی کنم someone's name و یعنی someone's name رو میخوام با چیزهای مختلف مقایسه کنم خب یعنی مثل ایف و الف نیستش که بیام کم و زیادش رو بررسی کنم و فقط میخوام ببینم آیا باش برابر هست یا نه اگه برابر با هر کدوم بود یه کاری رو انجام بده پس میام میگم که اگر که اگر که این کیس خب مثلا هستش مهیار خب این مهیار نیستش دیگه ولی ما میگیم اگر این مهیار هست چیکار بکن این پیغامه رو اینجا بنویس بنویس مهیار در اصل همکار منه خب پس بنویس he is your coworker خب پایینش گفتیم چی بنویسیم بریک ببینید الان این یه حالت ساده ای که من سویچ رو نوشتم خب قاعدتا باید کیس های مختلفی بنویسم خب چون بگم اگر مهیار اگر رضا اگر مثلاً کس دیگه است تو حالت مختلف بیا یه،, یه کار خاصی رو انجام بده بنابراین بنابراین با یه دونه کیس کافی نیستش دیگه من میام اینو کپی پیست میکنم یا کاپی پیست میکنم درست درش و اینجا می نوشتمش. میگم میگم اگر مثلا رامین بود خب بنویس که this is you این خودتی خب دیگه چی دیگه چی اگر که اگر که آه... میتونم اسم یه نفر دیگر بذارم بگم که رضا خب میگم که he is your friend چون رضا دوست منه ها. حالا چون من این بالا گذاشتم محمد همه رو به اسم پسر گذاشتم و یا نه فرقی ندارم حالا حالا میخوام بگم که اگر هیچ کدوم از اینا نبود حالت دیفالت دیفالت این کار میکنه دیگه اگر هیچ کدوم از اینا نبود چی کار بکنیم بگیم که آقا ما اصلا این طرف رو نمیشناسیم کی هستش میگیم اگه دیفالت بود میگیم که وی دونت وی دونت نو هیم خب اینو الان من میام اجرا میکنم رانش میکنم اینم چی میشه موقعی که این ران بشه باید ببینیم که تو کدوم از این حالت قرار میگیره خب مثل اینکه البته یه آها یه ارور داره ارور هم چی میگه Control cannot fall out of switch from final case label default خب میگه از این کیس دیفالت نمیتونه بیاد بیرون چرا نمیتونه بیاد بیرون؟ چون بریک رو نذاشتیم بریک این کار میکنه خب ما با تو ایف با این براکت, ها مشخص میکردیم تو اینجا با بریک مشخص میکنیم که وقتی رضا رو بررسی کردی رضا بود این خط کد رو اجرا کردی با بریک بیا بیرون تو دیفالت هم تو دیفالت هم ما باید در اصل اینجا بریک رو بذاریم که تموم بشه خب حالا میام کلش رو اجرا میکنیم کلش رو اجرا میکنیم ببینیم چی میشه میگه که ویدیو نهیم چرا؟ چون محمد نه مهیاره نه رامینه نه رضاه محمده پس میره تو حالت دیفالت و میگه ویدون نهیم خب حالا حالا اگر من بذارمش مثلا رامین بذارمش رامین چی میشه میگه که بعد بگه که this is you خودتی خب حالا بیام اینو از خود کاربر بگیرم چه کاریه که من اینو بنویسم کنسول ریدلاین گفتیم این یه استرینگی رو از کاربر میگیره ببینید اگر بریم روی این به ما میگه اینجا نها کنید نوشته خروجیش استرینگه اینا رو باز جلوتر همه رو بررسی میکنیم خروجی رو میگیره و اینجا ما ازش استفاده میکنیم پس بذار ازش بپرسیم بگیم که در اصل اس... tell me a name خب من میام اینجا میگم که مثلا tell me a name مثلا مهیار میگه he is your coworker چرا چون مهیار در از همکار من بود و وقتی که با این اسم مقایسه شد تو این قسمت قرار گرفت این کد اجرا شد تموم شد و برنامه بسته شد پس ما سویچ رو بررسی کردیم که سویچ چجوری کار میکنه اینا رو دونه دونه داریم یاد میگیریم مثاله خیلی ساده باهاش در انجام میدیم که بعدا بریم کارهای خیلی بزرگتری انجام بدیم خب ولی شما باید در از اینا رو هم مرور بکنین هم بعضی جاش واقعا احتیاج رو حفظ بکنین هم کلی تمرین بکنین یعنی اینو بنویسین بعد با خودتون تمرین کنین که ببینین همین کلی که من نوشتم خودتون میتونین انجام بدین احتمالا به یه ارورایی میخواین ببینین ارورا چیه چجوری باید برطرفش بکنین همین تکرارا باعث میشه که شما اینو یاد بگیرین بعد برین یه مثالایی رو بررسی کنین که با استفاده از است خلاقیت خودتون به وجودش میاریم ببینیم مثلا با این if و else و ایف و سویت چه کار دیگه ای میشه کرد هی تکرار اینا باعث میشه که اینا کاملا یاد بگیرینش میریم واسه قسمت های بعدی